بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء احسيناه في امام مبين. پیغمبر فرمودن مراد امام مبين امير المؤمنين. همه قرآن تو سینه تو حقیقت علیه. در این جمله و آیات الله لدیکم، جمله یا جامعه، نه اینکه آیات الهی نزد اینهاست، از این بالاتر، خودشون آیات الهی هستن. لذا حضرت صادق فرمودن در ذیل آیه مبارکه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. خدا فرموده ما به تحقیق نشون میدیم، ارائه میکنیم آیاتمون را، آیات آفاقی را به اونها و آیات انفسی را، تا برشون روشن بشه که حق خداست. این آیات آفاقی که قرآن فرموده سنوریهم آیاتنا فی الافاق چیه؟ شرحش بارها گفتیم، ولی حسادر فرمودن همه ما سوا آیاتن، اما هیچ کدوم مثل ما نیستن. فأی آیت اکبر منا اراها الله اهل الافاق؟ کدوم آیه از ما، خود آیه ما هستی، کدوم آیه از ما بزرگتره که خدا اون آیه رو به اهل آفاق نشون بده تا در مشاهده اون آیات معرفت خدا پیدا بشه که انه الحق. لذا حسنی فهمیدن معرفتی بر رو به نورانیه معرفت الله. من آیت خدام، من به اون آیت الهیه. اینو بارها گفتیم که فرمودن مال الله آیت اکبر منی ولا نبأ اعظم منی. من اگه بشناسی خدا رو شناختی، کدوم آیه از ما بزرگتر؟ لذا در خطبه شقشقیه حضرت امیر فرمودن لقد تقمصها فلان، یعنی ابوبکر، و هو یعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا. من مثل آفتاب بر اینو روشن شدم، محل من در امر خلافت الهیه مثل اون قطب. قطب اون آهن وسط آسیابه که اون اگه نباشه آسیابو نمیشه بگردونی. میگی همه میدونن که محل علی نسبت به امر خلافت پیغمبر بعد از پیغمبر اون قطب منم. خب یا علی این ادعا رو داری، ملاکش چیه؟ اصل قرآن پلو منه. چطوری پلوته؟ ینحدر عن السیل ولا یرقا علی الطیر. حقائق و معارف قرآنی از من به غیر من سرشار وارد میشه. یک دونه معرفت، یک قانون، یک کلام حقی که بر من برتری داشته باشه ابدا. کنایه از این که یک کبوتر بر علیه من نمیتونه پرواز کنه. هیچ قانونی، علمی، قاعده، هیچی بر علیه ما نیست. اصل اسلام منم، یعلو ولا یعلا علی. پس این قرآن اصلش تو دل این 14 معصومه. حالا مقدمه است برای این حدیث که میخواییم بخونیم درباره امام زمان علیه السلام. امیر المؤمنین در بحار حدیث نقل فرمودن از حضرت امیر در باب قرآن، کتاب قرآن بحار، حدیث طولانیه، فرماشات فوق العاده ای دارن. یه تکه حرفش اینه، این قرآن که حجت بالغه الهی است، خدا ائمه حجت بالغه الهی هستن و این قرآن معجزه خالده پیغمبره. این قرآن سه جوره. یه قسم قرآن خدای تعالی آیاتش جوری قرار داده
که شمایی که جاهلی یعنی هیچ علم نداری یا متصف به صفات رذیله کسی باشه، معذالک این قرآن بعضی از چنون ارشاد لقمه رو به قدر دهن ما گرفته که منی که جاهلم یا عارفم میفهمم. الان شما هیچی هم سواد نداشته باشی برات بخونم اقیم الصلاة اقم الصلاة لذکری، یعنی نماز رو برپا بداری. این دیگه نمیخواد ملا باشی میفهمی. یه قسم از آیات قرآنی کسی که ذهنش صاف آلوده نباشه، حسش درکش لطیف باشه، عقلش با صفات رذیله آمیخته نباشه که در تشخیص اشتباه کنه، بلکه صحت تمیز داشته باشه، کسی که اینجوره از حقایق قرآنی استخراج غرر و درر میکنه. یه قسمش فرمودن بر این که مختص به ما اهل بیته، یعنی یه نحوه مقدر نحوه از آیات قرآن رو فقط پیغمبر و ائمه تا امام زمان میفهمن و میشناسن. چرا آقا ما نفهمیم؟ اگه شما عین پیغمبر قرآن رو بفهمیم میشی پیغمبر. حالا تو بعضیاش فهمیدی، او وسطاشو که نفهمیدی، خودتو پاک نکردی. اون قسمی که مختص به خود ائمه است نفهمیدی، ابه راه هم نداری. مطالب عقلی و نقلی نوشتیم از بزرگان که عقل اقتضا میکنه که باید این خدایی که قرآنی که اینقدر علوم علمش غامزه، هفت بط داره، هفتاد بط داره، اگه مترجم نفرسه لغوه. شما یه مطلبی رو برای یه آقای بفرستی بگه من نمیفهمم چی نوشتی، بگه نفهم نمیشه. پس چرا نوشتی؟ باید یه نفرم عرصبت بیاد اون مثلا کاغذ رو برای شما معنا کنه. لذا این آیه که خوندیم انما انت منذر، تو اصل انذار شریعت رو آورده ای پیغمبر ما، بعد از تو ولکل قوم هاد، ما حاضی برای هر قوم قرار دادیم. امروز حاضی و مترجم حقایق قرآنی وجود مقدس حضرت مهدیه. حالا اینجا همه مقدمه بود که امام زمان علیه السلام وقتی ظاهر میشن همش قصه شمشیر نیست که بزنه و بکشه. خدا آقا اون کسانی را که اصلا درشون امید خیری نیست اونا رو بکشن که هیچ قابل نیستن. اصلا امام اینجوره. حسجاد فرمودن که من جنگ پدرم را روز عاشورا مشاهده کردم از همون کنار خیمه ها، عشبت دیدم پدر یکی بیاد جلو پدرم رو شمشیر میزنه، حضرت او رو نکش عقبی رو کش. این در شما رو شمشیر میزنه چرا عقبی رو کشتی؟ هر دو اومدن به جنگ امام، پس چرا یکی رو کشتی یکی رو نکشتی؟ وقت امامت به من منتقل شد فهمیدم این که جلو به آقا شمشیر زده یکی از فرزندانش از شیعیان ما بوده، برای خاطره که اون شیعه بیاد آقا او رو نکش، شمشیر باباش خود خرید او رو نکش. امام کاراش اینجوریه، هردی هرج و مرد نیست که بزنه بکشه خوب بد قاطی پاته ابدا. اگه انسان واقعا عجیبه، در جنگ امیرالمؤمنین احادیثی وارد شده محیر العقول، یکی مقابل صد هزار شمشیر بره، اگر اینجور میزدن اگه تو ترازی میذاشتی به یک جور بودن. این نصف آدم همشین داره علیست، نصف این هم مثل هم دیگه، هیچی چنون میزده بسید کسی که با دقت یکی رو کم کم کشده، ولی داره میزده اون میکشه دشمنان رو میره. اگر از قد میزدن که اگر دو متر نیم بود یه متر نیم این طرف بود یک مو کم نمیزد، نصف فقط رو میزد. اشاری احادیث داره، اینا همه معلوم میشه از قدرت، از تسلط، از نیرو، از معنویت، از این که ید الله هم عین الله هم این آثار دارن. بله ما هم تو جنگ میدنم میدنیم میکشیم بخیرم، حالا کاری کردیم. اینه بارها گفتیم یه رو در یه جنگی حضرت امیر علیه السلام 501 نفر رو کشتن.
مالک اشتر 500 نفر رو کشت. به ذهنش خطور کرد که اگه ما این دفعه یه نفر دیگرم میکشتیم در یه وحله یه مرحله مثل علی بودیم. من 500 کشتم، علی 501 نفر. اگه یه نفر دیگه میکشتم منم مثل در یه وحله مانند علی علیه السلام. حضرت از قلبش مطلع شدن، مثلا مالک چی خیال کردی؟ تو همیشه 500 تا رو زدی یا کشتی، نفهمیدی کی کشتی. من هر که رو کشتم تا 70 پشتش ملاحظه کردم. 501 من 70 مقابل 500 توست. لذا این معنای لا یقاس بین الناس. خودتون هر چی بالا باشی کسی نمیتونه بغل علی بره یا علی رو بیاره بغل خودش. هر مرتبه از وجود حکمی دارد. یعنی ولی نمیگیم حق رو ضایع کنید، اما باید ادب داشته باشه آدم. هر مرحله از وجود حکمی دارد، گر حفظ مراتب نکنی زندیقی. ادب و طرف العشق، عرفا میگن، عرفای خوب، طرف العشق کلها آداب. آدم اگر عاشق خدا و شرع و شریعت باید مؤدب باشه. ببینید چی چیز یک هیچ چی رو قاطی نکنید. علی حاله. حالا اینا هم واقعی بود که امام زمان یکی از اسماءشون حجت ابن الحسنه. حجت یعنی یه چیزی که مقصود رو روشن کنه و اثبات کنه. اثبات کنه. حالا ما شیعه ها بیشتر ها خیلی عقیده با آقا داریم، اما میخواد آقا میخواد امام زمان بیاد دنیا رو دگرگون کنه و رو به حق و حقیقت ببره و اونهایی که مفسدن و فاسدن از بین ببره. این کارش نباید با دلیل باشه. اصل معنایی که حق قرآنه از آدم تا پیغمبر و همه الان دست به او جمعه. اون چه که ارسال رسول امزال کتب شده از طرف حق تعالی همش الان در امام زمان جمعه. لذا آقا وقتی که تشریف میارن دنیا رو میخواد با دین آشنا کنه، این باید با برهان و دلیل باشه. همه کسی که عقیده نداره میاد الان خیلی عقیده نداره. هم دیشب خوندیم هر شبه از علمای ری را امام زمان وقت عطمان میگن آقا برای چی اومده به این زودی؟ میگه ما چی کم داریم، ما هم داریم اسلام رو داریم میکنیم. حضرت یه طرفه تقسیمشون میکنه همه رو گردن میزنه. میگه برای اینکه تو میخوای برای اینکه بخواد حق بازاست که ما رو میخوای رد کنی که حق با ما ماییست. فرمودن بر اینکه امام زمان وقتی که اون قصه صوفیانی را مقدماتش را نمیخونیم طولانیه، حضرت وقتی که این امور واقع میشه پشتشونو به خانه خدا میزنن مستجیرن به، در حالتی که دیشب گفتیم حضرت فرمودن والله مصداق حقیقی امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امام زمانه حضرت دو رکعت نماز میخونن، سر به سجده میذارن، این آیه رو میخونن و در یه حدیثش داره اینقدر گریه میکنن که آقا قش میکنن. بعد خدا را مستجیرن به، یعنی پناه میبرن به خدا از این که خودشون رو پشت به کعبه خدا زدن، به بیت الحرام زدن، مستجیرن به بیت الحرام. ینادی ایها الناس، اول حرف آقا اینه ما نیومدیم برای پول دست بیاریم، مقام بگیریم، منصب بگیریم، رئیس جمهور بشیم، چمچیم ابدا. انا ایها الناس انا نستنصر الله، ما آمدیم یاری خدا و دین خدا بکنیم. این اجمال مقصد ما اینه. اول از اول مدید که فهرست تمام کارهای آقا تا آینده همه، ما فقط میخواییم مردم و خودمون را در راه دین انتنصر الله ینصر کم را انجام بدیم. هم مقصد دیگه ای نداریم، مقصدی نداره. وقت اگر اینجور باشیم خدا وعده هاش رو همه رو به ما پیاده میکنه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر این مردم تهران اینجور بودن ما زمین برکات زمین و آسمان برای نازل میکنیم. ولکن کذبوا با آیاتنا. حالا گوشی کنار اشکالایی به ولایت علی هم داره.
مثل وهابی هاشم میگه کدوم آیه قرآن تصریح کرده به اینه که میگی؟ بگو تو چی میفهمه که میخوای آیه قرآن رو ببر؟ نه همه شیطان اومده خیلی داره. اول حالا حضرت میفرمان این اول حرف ما اینه، مقصد اینه، یونادی یا ایها الناس انا نستنصر الله. کی جواب ما رو میده که یاری کنه ما رو؟ کی ما رو جواب میده؟ ما که یه آدم غریبه ای نیستیم، ما یه بقاله نیمده بگم من خواهم شما رو دعوت به خدا کنم. ما اهل بیت پیغمبر اکرم شماییم. اینه من حضرت مهدی هم اومدم. ندای ما ندای نصرت الهیه. من فرزند اهل بیت این پیغمبرم. یه شخص عادی که نمیتونه بگه ما میخوام دنیا رو اصلاح کنیم، خیلی خواستن این کارو بکنن، هیچی خیت شدن نمیتونن. ما من اهل بیت پیغمبر شما و من اجاب نامن الناس. خیال نکنه بی خودی اجابت کرده یا بی مورد غیر اهل اجابت کرده. آخه فا انا اهل بیت نبی کو. ما ادب عادی نیستیم تو. ما سلسله سند ما رو میدونید چیه؟ خب یکی بگه خب شما اهل بیت نبی هستید، اما خب اولویتتون به خدا و دین و خدا چیه؟ بله ما اولویت هم داریم. انبیاء سابق خود خدا گرفته که معرفش قرآن و کتاب آسمانی. انبیاء سابق به چه ملاکی برتری داشتن و بزرگوار بودن و باید مردم تابعشون باشن؟ همه اون ملاک ها نزد ماست. خیال نکن من یه آدم عادی هم میام میگید بیاد رو به دین بیاد. امام زمان اهل بیت شما هستم، یاری خدا دین و خدا میخواییم بکنیم. اگر شما اجابت کنید حرف ما رو، ما اولن ناس به خدا من امام زمان هستم. من در آثارم نشون میدم، خود جهرمرم بیان میکنم. الان شما روی زمین آتش من زیر و زیر آسمان کیه سراغ دارید که نسبت اولویت به پیغمبر از من به بالاتر باشه؟ من اول الناس هستم به پیغمبر اکرم. فمن حاجنی، حالا بید با هم محاجه کنیم. من حجت خدا، یکی از اسماء امام زمان حجت الله دیگه، همشون حجتن. اما زمینه برای این آقا پیدا میشه که این قرآن و حجت بودنش و توضیحات و اثبات حق و حقیقت که مردم رو ملزم کنه که مردم دنیا همه زیر بار حق بیان. این هنر فقط مال امام زمانه. ببین آدم چی داره، من که بیشتر از اون دارم. من الان کیست که مثل تمام اون منطق پیغمبری که انه و الا وحی و نیوها رو داشته باشه غیر من کیه؟ اگه خود پیغمبر بود نباید عقبش بیافتید. همون پیغمبر منم از حیث معنویت و منطق وحی. بعد فرمودن فانو و من حاجنی فی نبف النبیین. اگه بگی من جرگیس پیغمبر قبول دارم، بعد باشه بیا بینم جرگیس پیغمبر چی آورده. من از او بالاتر آورده. هر پیغمبری که بخوای تو به رخ من بکشی، من رد نسبت به اون اولا هست. اینجاست که حضرت قرآن رو آوردن. جو همه هم گفتی مقدمه علیس الله یقول فی محکم کتابه ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض و الله سمیع علیم. خدا نفرموده، خدا اختیار کرده برگزیده آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران رو بر همه مردم. اینها ذریاتی هستن، ذریات اینها بعضها من بعض از همدیگه ذریات به رو اومدن و خدا سمیع و علیمه. بعد هم دن فعن بقیت من آدم. اگه الان یه آقای علمی در فقه یه کتابی نوسته، الان مثلا میگیم بقیه او اون که الان نیستش، این بقیه آدم نیست. اما آدم چی داشت؟ هر چی داشت. من بقیهش بله منه. یه معنی بقیه، یه شب میگیم بقیت الله معناش چی؟ بله پیغمبر و اصحاب پیغمبر خیلی بودن، او قاطی بودن، اما صفحه نبودن همشون. که صفحه یعنی خلاصه، یعنی اون خلاصه از حیث معنویت و کمال و نجابت و عزت و مقامات الهیه. او از این پیغمبر این نتایج فوق العاده همش الان در منه.
دیگه چی میخوای؟ عقب کی میخوای بیافتی دیگه؟ حجت احتجاج میکنن که مردم بیان زیر بار آقا. حالا همه کنار، میخواید با قرآن به مهاجه کنید. این قرآن ما رو هدایت به کی میکنه؟ همین قرآن رو به من حجت خدا. تمام سه قسم قرآن که گفتیم، سه همه موقع باید سه قسم قرآن همه رو من میدونم. من اولا هستم به این قرآن الهی. سنی ها میگن سنت پیغمبر، به این جهتشون سنی میگن، یه سنت پیغمبر، یه سنت پیغمبری، من اولا هستم به سنت پیغمبر. همون سنت پیغمبری که تو میگی منو اثبات کرده، منو رو کار آورده، از من خبر داده. بعد حضرت میگه قسمتون میدم تو رو، شما رو به خدا، اولا حرف من برید به همه که این نیستن الان پا من بره، من موضوع میکنم، برید به همه بگید و اسألکم به حق الله و حق رسوله و حقی، شما رو به حق خدا، حق پیغمبر، حق خودم، آخه من از ذوی القربا نیستم، یه حقی بر شما ندارم. الان امام زمان ذوی القربای ماست دیگه، خدا نفرموده الا المورد فی القربا، من ذوی القربا شما نیستم نسبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. حضرت میگن شما را قسم میدم به خدا، پیغمبر، حق خودم، اینا، بیایید مردم من امام زمان رو اعانت کنید، بیایید زیر بار ما و مانع بشید، یعنی جلو اونهایی که ظالمه بر ظلم بر اهل بیت و دین این پیغمبر رو مسلمان کردن مانع بشید. ما میدونید 3400-500 کاشی آوازت بیاد، ما مخفی بودیم، همش به ما اهل بیت ظلم کردن، مخفی شدیم، مظلوم مطرود شدیم، از دیارنا من دیارنا و ابلاعنا و بقی علینا، ظلم بر ما شد و دفعنا عن حقنا، حق ما رو گرفتن و آثر علینا، اهل باطل بر ما برتری جستن. حالا نمیخواد حق رو بهش برگرده، ساهش برگردونی، بیاد کمک کنی، خدا رو در نظر بگید، خدا رو ما رو ول نکنید، ما رو مخذول ندارید، ما رو یاری کنید، خدا یاری میکنه شما رو. حضرت از اول که میان نمیان که زور کی میخوای یه کودتا بکنن، بزنن، بکشن بدون حرف، نه، با منطق، با دلیل، با کتب آسمانی، با منطق انبیا، اولیا، با قرآن که دیگه معجزه خالده پیغمبره. تمام اینها نتیجه اون کسیه که صاحب ولایت الهیه باشه، که اصلاً ولایتنا ولایت الله، اونا این کار را میکنن، از کسی دیگه این کار بر نمیاد. حدیث داره که از سید الشهدا دیدم که معاویه و معاویه پرستا دارن ولایت علی را نابود میکنن. شما نمیدونید چقدر این معاویه خبیثه.